برگشتیم و در بخش ورزش قرار داریم. امروز خوشبختانه اسدالله خموش با خود داریم، فتنس کار. سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیون جهان. تشکر از اینکه ما را به برنامه زیبایتان دعوت کردید. شما زنده و سلامت باشین، استعداد هستین. پس ما هم کوش میکنیم بهترین استعدادهای افغانستان را به بیننده ها معرفی بکنیم تا اینکه اونا هم با شما آشنا شوند و از شما الگو برداری بکنن و مثلا در هر بخشی که هستن خود آماده بسازن. اسدالله جان، چند سال میشه خودت رو به ورزش آوردی؟ من خودم مدت 8 سال میشه که ورزش زیبایی اندام یعنی فتنس را پیش میبرم و دمی 8 سال دانستیم که 3 مدال طلا، یک نقره و یک برنز از آن خود بسازم و نگفته نمانه که تحت نظر استاد مصدق شهیم که اونا هم 20 سال 25 سال میشه که به می ورزش خدمت میکنن و تا حال تانستن 2 مرتبه لقب آقای عضلات افغانستان از آن خود بسازن. بله اسدالله جان، از مدال های داور شدین، مدال ها داخلی بود خارجی؟ آیا تنها در شهر کابل بود یا چندین ولایت در؟ نه خیری، مسابقه ما که بود 4 مسابقه ما در سطح زونی بوده که ما زون غرب کابل و زون مرکز تانستیم مدال طلا بگیریم و همین مسابقه های دیگه که 2 هفته پیش ما داشتیم برگزار شد، این در سطح کابل بود. همین 4 زونه که بود با هم یک جای رقابت هایشان برگزار شد که ما در این مسابقه تانستم مقام سوم، مقام برنز از آن خود بسازم. یعنی اسدالله جانی که مثلا ویروس کرونا هم اومد، قرنطین بود، کلاب ها هم بند بود، چطور مثلا خودت آماده ساختی خود به مسابقات؟ اون قسمی که شما یادآوری کردین، تقریبا ما به خاطر همین ویروس کرونا 3 ماه از ورزش دور ماندیم. بله 3 ماه از ورزش دور ماندیم و دیگه بعد از اینکه کلاب ها کم کم همین مسئله ویروس کرونا کمتر شد، دوباره کلاب ها به فعالیت آغاز نمود، دیگه تقریبا ما 45 روز وقت داشتیم که بدن خود آماده مسابقات بسازیم. بله 45 روز وقت داشتیم دیگه، امو شوق علاقه که داشتیم تمرین کردیم دیگه، شب روز یکی ساختیم تا یک مقام بگیریم. بله. و گفتنی خودت برای دوستاش یه هست، چون قبل از که مثلا خودت راجع به کرونا صحبت بکنیم، بعضا هستن بخی به تفاوت هستن، میگن این مرض بالای ما کار نمیکنه. ولی دیگه ویروس هست. بله خطرناک، خطرناک است. نه ورزشکار میبینه، نه آدم جوان، نه پیره. ما شما شاهدی سنه بودیم که هم طفل دی ویروس از بین رفته، هم خورد، هم کلان، هم ورزشکار. یک ورزشکار خارجی بود که همی خودش همی گپه گفته بود که ما ویروس کرونا رو نمیشناسم، ویروس پیش ما چیزی نیست، که متاسفانه جان اونا رو گرفته بود. بله. نشان داده بود یعنی ویروس هست. بله بدون شک. پس دوستایی که تماشا میکنن اونا هم باید متوجه باشن، چون وقت هوا سرد میشه، ضمن از اینکه گفتیم آب و هوا محیط زیست ما البته بسیار آلوده هست، ویروس کرونا هم چنان زنده هست، از بین نرفته. پس کوشش بکنیم تا اینکه مبتلا به این نشیم. و اسدالله جان، خودت یادآور شدی هست اینکه 8 سال میشه خودت رو به ورزش آوردی و مختص به این ورزش زیبایی اندام اومدی یا دیگر اشتهار هم پیش میبردی؟ نه خیر، ما همیشه شوق علاقه که داشتم در دوران طفولیت، یک ورزشکار زیبای اندام که میرفت میدیدم اینا را آرزو داشتم که من هم روز باید همین رقم بدن داشته باشم و ورزش کنم. شوق علاقه من می ورزش پرورش اندام بود. یعنی از منزی که ورزش میکنین دیگه کدام کارا رو انجام میدین شما؟ دیگه فعلا تو مسئولیت خاص ندارم، فقط همین ورزش هست و در کلاب میباشم، ترنری این چیزا رو پیش میبریم. بله بسیار خوب. و ما هم یادآور شدم در چندین برنامه بعض از دوستا هستن مثلا یک کار میکنن اما علاقه به اون ندارن و علاقه مندی به کار دیگه دارن، مختص ببینن استعدادشان در چی هست و در امو باید پیش برن. بله. تا اینکه به یک موفقیت دست پیدا بکنن، مثل اسدالله جان که مثلا لوح تقدیرش هست، مدال هایش هست، قهرمانی ها هست، مثلا این چی کرد؟ امو استعداد درونی خود اینا پیدا کردن و فهمیدن که استعداد درونی از اینا در چی هست. مسابقات پیش رو در کجا هست و چه وقت هست؟ فعلا خب به خاطر ویروس کرونا همین مسابقات رو هم که اینا برگزار کردن به خاطر تشویق ورزشکارا بود که اینا باز ورزش خود ادامه بدن و ببینن که ورزشکارا چقدر فعال هستن. دیگه به خاطر همین ویروس کرونا فعلا تاریخ مسابقات معلوم نیست، که قرار بود مسابقات جنوب آسیا برگزار شود که این پارسال برگزار شده بود و خوشبختانه افغانستان تانست مقام اول از آن خود بسازه بین 6-7 کشور. دیگه تاریخ اونا فعلا به خاطر همین ویروس کرونا، چون بعضی کشورهایی هستن که هنوز هم در قرنطینه بسر میبرن، تاریخش فعال نیست. باز ورزشکارای ما آمادگی دارن،
اینا آماده هستند که بعض گاین اگر تاریخ معلوم شود اینا میتونن که به اشتراک بکنن. بله بله. و اصلا جان مثلا بعضا هستن جانشان بسیار چرب هست، اینا چگونه تمرین بکنن؟ فرق فتنس بازی به اندام و پاولیفتینگ چه هست؟ چون بیشتر از دوستایش معلومات ندارن، همی که من کلب رفتیم کلش دم یک جا هستن. بله. خب در اول در رابطه با ورزش پاورلیفتینگ بگویم که یا وزن برداری، پاورلیفتینگ هست فقط همی وزن بالا میکنی و همی مسابقه هم طور برگزار میشه که هر کس که وزن بالا را بلند کرده تانست اونمو دیگه ریکارد بسته، یعنی همون سه حرکت که هست. بله اونمو وزن بالا. دیگه ورزش بادی بلدری یا پرورش اندام فتنس، اینا دو شاخه یکی دیگه است. فتنس مثلا کسایی که بدنشان چرب است اینا فتنس میکنن، ورزشکار زیبای اندام باید فتنس کنه به خاطر اینکه همون بخواد کم تناسب اندام خود حفظ کنه، شکل اندام خود حفظ کنه، باید با فتنس روبرو شود. طبعا به خاطر که مثلا ما بعضی بدپاریزی اینا که میکنیم که چربی زیاد استفاده میکنیم، با همون ورزش فتنس که فیزیک زیاد میزنیم میتونیم امو چربی را با همون ورزش فتنس نمانیم که جذب بدن ما شود. و دیگر اشخاصی که اینا چربی یاد دارن مثلا در باشگاه ما که میرن تحت نظر ترینر تمرین میکنن، برای اونا برنامه تمرینی برنامه غذایی داده میشه که باید اونا را تای مراحل کنه با نتیجه خوب برسه. بله. و در مسابقات مثلا زیبای اندام با فتنس چی تفاوت داره؟ بختار که در زیبای اندام من تماشا میکنم اونا بیشتر پدهای کلان کلان دارن. بله. اما فتنس کارا را که میبینیم با لباس نسبتا دراستر استاد میشن روی مسابقات. بله. ورزش زیبای اندام مسابقات از این برگزار که میشه عموما بدن چک میشه از امی انگشت پا گرفته تا سر. ده. دیگه باز فتنس که هست در او پت مهم نیست. فتنس هم دو کتگوری داره، یکی اتلتیک فیزیک یکی سپورت فیزیک. سپورت فیزیک که هست نیکرهایش تا سر عینک زانو می باشه و اتلتیک فیزیک نیکر نیمه کوتاه. نیکر نیمه کوتاه که در او شامل پت هم میشه. دیگه سه کتگوری داره ورزش زیبای اندام. و این مسابقات فتنس هم که شما انجام دادین در این کاتگوری ها بود یا خارج از این؟ ما در دو کاتگوریش مسابقه دادیم که سال اول در اتلتیک استفاده شدم در مسابقه، سال دوم هم در سپورت فیزیک، پس سال سوم در اتلتیک فیزیک، دیگه باز دو مسابقه اخیر هم در همین سپورت فیزیک. یعنی اگر از کسی که پتش بزرگتر باشه میتونه در اون مسابقات آزادانه اشتراک بکنه؟ او دلخواست. در مثلا یک ورزشکار پتش آمده است، بدنش آماده مسابقه است، او میتوند اختیار داره که در سپورت فیزیک استفاده شود، در اتلتیک فیزیک استفاده شود یا در بادی بلده. بله. و اگر پس جالبه که اسدالله جان در وقفه برم بگفتن جریانه که اینا مثلا قرنطین بودن و تمرین میکردن توی که آماده باشن و مسابقات، خاطره جالبشان هست، خودشان برتان قسم میکنه. چی شد؟ امی خاطر ما. بله دندان سهل به خاطر از اینکه بیشتر از دوستا که میبینن. بله ما در میجریان و مسابقات چون وقت کم بود ما به خاطر میریجی غذایی دو دندان خود از دست دادم که الان در ورزش زیبا اندام و فتنس اسدالله جان دو دندان خود از دست دادم. بله چون همیشه شوق علاقه که داشتیم دیگه رژیم غذایی ما باید، چون وقتم کم بود بدن ما خیلی چربم شده بود، از دیگر یک حادثه ترافیکی هم برای من رخ داد که من یک دست من کم زخم برداشت، جراحت برداشتم، دیگر به بسیار مشکلات تمرین کردیم و امی رژیم غذایی هم خیلی سخت گرفتم. بله. یعنی دلیل از دست دادن دو دندان شما امی رژیم غذایی بود؟ بله رژیم غذایی، چون کلسیم بدن کم میشه دیگر. بله عافیت بدن پایین میاد دیگر، کلسیم اینا کم میشه، چون ما فقط در رژیم غذایی وقتی که با مسابقات خیلی کم میمونه فقط امو گوشت و مرغ استفاده میکنیم و دیگه باز اگر ببینیم که بدن اینا چرب باشه حتی آب هم نمیخوریم تا اینکه مسابقه تمام بشه. و اسدالله جان میشه این دندانش در خوردن گوشت و مرغ البته از دست دادن. بعضا میگن اگر تالی نداشته باشین در حلوا دندان میشکنه، از اسدالله جان همه قسم شده. و یکی از مدلا بود چون اونا هم رژیم گرفته بودن وزن خود کم میکنن. بله. الان فهم کمر خود 20 چند ساخته بود
بسیار باریک ساخته بود و پاهایش بعد که روی امو فشن شو رفت روی امو استیج رفت پاهای ازی شکست. وقتی را که کلسیم استفاده نمی کرد، غذای استفاده نمی کرد که مثلا سوغان ازی تقویه شد و بدن ازی امو چیزی که نیاز داره مکمل شد و مو بود که مثلا پای از اونا شکست. و ورزشکارای ما که هستن مانده اسدالله جان، بیشترین ورزشکارای ما از جیب شخصی خود، از بودجه شخصی خود اینا مصرف میکنن تا ای که یک افتخار آوری بکنن به کشور ما، زحمت بکشن. و نمونایش هم ما تماشا میکنیم که خودشان صحبت بکنن روی ازی لوح تقدیر و تقدیرنامه ها، اینا از کدام مسابقات هست، در کجا هستن؟ ای از اولین مسابقه ما است که در اون بالاش نوشته است اتلتیک فیزیک سوپر کابل جیم. بله، اولین مسابقات فتنس در افغانستان برگزار شد که من دانستم خوشبختانه مقام اول از آن خود بسازم. بله، ای تنها در کابل بود؟ بله، تنها در کابل. یعنی همین چهار زونه که در کابل هست از همین مسابقات؟ بله، از زون غرب کابل. بله، زون غرب. بیشتر کدام زونها مثلا زحمت بیشتر میکشن یا هر سال فرق میکنه؟ چون یک وقت ما شاهد بودیم یک دو زون بسیار برنده میشد. همیشه وقت زون غرب تانسته ورزش کار زیاده را در سطح مسابقه بالا کنه و کلپای ورزشی در این زون قرار داره که اینا همیشه مقام اول کلپایشان دمید. وقتی که مسابقه برگزار میشه باز در آخر اینا مقام کلپی میتن برای کلپا، که خوشبختانه امسال کلپ خود ما که سوپر کابل جیم توانست در بین 270 کلپ مقام اول از آن خود بسازه. این در شهر کابل یا تنها در زون غرب 270 کلپ است؟ نه خیر، در سطح کابل تمام کلپ ها که در کابل اینا جمع آوری شد 270 کلپ بود. بله، و این لوح تقدیر از چی هست؟ این از امی آخرین مسابقات است که بالای 60 پست قرنطین کمپیتیشن که ما توانستم مقام برنز از آن خود. یعنی که مثلا در جریان قرنطین با وجود که دور بودن از تمرین چون کلب ها باشگاه ها مسدود بود، اینا در خانه تمرین کردن و زحمت کشیدن، اما 45 روزی که وقت داشتن خود رساندن، میگن که هیچ دستاورد بدون زحمت نمی باشه. بله دقیقا، یکی زحمت نکشیم ما نمیتونیم یک مقام و یک پیروزی را به دست بیاریم. و این تقدیرنامه‌ای که هست، تقدیرنامه‌ای که میبینین ای از زون مرکز است که ما متاسفانه در افغانستان همین مشکلات را بندی را ما و شما همیشه داشتیم. بله، ما نتونستم در زون غرب مسابقه بتم به خاطر مشکلات رابندی، ما از مسابقه ماندم. باز هفته اندیش در زون مرکز رفتم که خوشبختانه در اون زونم تونستم مقام اول از آن خود. بله ماشاءالله. و تشویق خودت کی هست؟ کی مشوقت از در خانه؟ کی تو را بیشتر تشویق میکنه که مثلا برو ورزش کو و خودت میتونی این کار انجام بدی؟ فامیل محترم است، برادر بزرگ مسجدی که اونا کمک های مالی هر از مصرفی که در مسابقه میایه اونا متعامل میشدن همی چیزا را. دیگه مادرم که اونا تا وقتی که ما مجرد بودم آشپزی که ما باید یک آشپز مخصوص داشته بله، بله. باشیم غذای مرا آماده میساخت. بعد از او همسر عزیزم که آروسی کردم دیگه اونا آشپزی را پیش میبرن. مسئولیت شما را اونا گرفت. بله، غذای ما را. دیگه از دوستایم پارتنرایم نصرت الله جان نوری که اونا فعلا در ایرات هستن، خودش هم در این مسابقه اشتراک کرده بود، در مقام اول از آن خود ساخت در وزن 90 کیلوگرم بودی بلدری. دیگه استادم که همیشه وقت برنامه تمرینی ما رو متوجه می شه، برنامه غذایی برای ما میته، استاد مصدق شهی. و اسدالله جان خودت یادآور شدی مثلا بجت مالی، چون مصرف مالی حتما در این مسابقات بیشتر هست و اکثر دوستان میگن که ورزش زیبای اندام یا فتنس رفیق جیب هست، آیا راست هست؟ یه بدون شک این گپ هست. ما هر لحظه مصرف داریم، برنامه غذایی که بر ما داده میشه هر برنامه را که ما میبینیم دو تا ساعت بعد باید تغذیه کنیم که در او غذای مختلف میباشه، که مثلا غذای دریایی میباشه مثل ماهی، کباب و مرغ، اوتس که بعضی امرای زو آشنایی نداره، دیگه مغز باب این چیزا می باشه، میوه تازه می باشه، ترکاری باب می باشه که اینا همش از خود مصرف کن. بله، یعنی حجمشان کمتر است اما انرژی بیشتر دارن. بله، به تقسیم اوقات که بر ما داده میشه غذایی است که ما مثلا در طول روز 7 بار یا 8 بار باید تغذیه کنیم. اونا حجم غذا تقریبا باید از 200 گرم 300 گرم بالاتر نباشه. وقتی یک دفعه اینه که ما مثلا روزانه 8 بار تغذیه میکنیم پرخوری نمیکنیم، کم کم میخوریم فقط میان ورده. بله، یعنی بعض از دوستا هستن یک باری که بشینن نوش جان میکنن پس هم خستن از سر دست. بله، نه خیلی بازو رقم پرخوری ما نمیکنیم، خب به ساعت آدم هم مضر است. بله،
دیگه نقص میکنه. و راجع به پروتئین و بعض از انرژی بار بگوین که بیشتر از دوستا استفاده میکنن، چگونه است؟ خوب است؟ نیست؟ کدام پروتئین ها را استفاده بکنه اینا؟ اینا خو مثلا وقتی یک عسکر میره در جنگ باید همو وسایل جنگیش هم روش باشه. اینا ضرورت اولیه یک ورزشکار بدن ساز است. در صورتی که امی سپلمنت را که اینا استفاده میکنن اصلی باشه، اورجینال باشه، معیاری باشه. بله دیگه متاسفانه که در بازار ما شما چیزای فیک بدل زیاد وجود داره و توصیه ما به ورزشکارا این است که اینا وقتی که میخواین سپلمنت ها اینا را استفاده کنن از یک ترینر یا مربی خود مشوره بگیرن و کوشش کنن چیزایی را بگیرن که اصلی باشه، با بدنشان باشه، اصلی باشه. چون در بازار چیزای فیک، چیزای بدل بسیار زیاد است و اونا میتونه که به وجودشان آسیب برسن. یعنی پشت ارزانیش نگردنی که مثلا بعض از دوستا میبینن میرن یک پروتین که 1800 یا هم 800 هست از او استفاده نکنن تا ای که مثلا مشکلات فشار و خون و مشکلات قلبی و چندین مشکل دیگه که بله. بابار میرن خصوصا به گرده زیاد ضرر میرسونه که باز اونا بدر باشن. و تشکری میکنیم مسعد لاجان از ای که آمدی در برنامه حضور پیدا کردی. تشکر از شما همچنان که مرا به برنامه زیبایتان دعوت کردین. خوش آرام باشید. شما زنده و سلامت باشین. یک وقفه داریم و بعد از وقفه با شما هستیم.